جین مدتی پس از جنگ با ناکسوس از تولا آزاد شد و احتمالاً توسط یکی از نیروهای یاغی تندرو زیادی که برای رسیدن به قدرت در سرزمین‌های نخستین در نزدیکی پایان درگیری رقابت می‌کردند مورد استفاده قرار گرفت. او اکنون به سلاح‌های جدید اسلحه خانه‌های کاشوری دسترسی دارد، اما اینکه چگونه به این ادوات مخرب دست یافته و چه ارتباطی با کاشوری دارد هنوز یک راز است. حامیان پنهان او هر کس که باشند، آنها بودجه تقریبا نامحدودی به جین بخشیدند و به نظر می رسد که نگران مقیاس روبه رشد عملکردهای او نیستند. به ظاهر تمام رونترا ممکن است فقط بوم نقاشی ظالمانه ای باشد که هنر خدا جین است و فقط او می داند که ضربه قلم بعدی کجا خواهد افتاد. در این بین برادران ایرلیا و پدرش لیتو به وضوح معترض بودند. تمام خانواده او اکنون در قبرهای بینشان در باغها دراز کشیده بودند و تمام این جنایات نتیجه اعمال جین بود. دختر جوان که از اندوه غمگین شده بود، مردان راهزن را دید که در حال بیرون آوردن اشیاء قیمتی از خانه بودند. در میان اموالی که به غارت می بردند، یک تاج فلزی بزرگ وجود داشت که نشان خانوادهشان را نشان می داد. ایرلیا به سمت آن دوید و آن را از دست نوکسی که در حال حمل آن بود بیرون کشید. خود دریا سالار داکال او را به زمین پرتاب کرد و درست قبل از اینکه به افرادش دستور دهد که یک قبر تازه برای این کودک تازه وارد حفر کنند، جنگجویانش را مجبور کرد تاج را هر طور شده جلوی چشمان دخترک بشکند. وقتی که جنگجویان او را محاصره کردند، ایرلیا چشمانش را برگرداند و به تکه های تاج شان که روی زمین پراکنده شده بود نگاه کرد. از اعماق روحش احساس کرد که ریتم عجیبی شروع به تپیدن می کند. تکه های فلز شروع به تکان خوردن کردند. ظاهراً خود به خود حرکت کردند و ایرلیا یک بار دیگر شادی آرام رقص های باستانی را احساس کرد. به آموزه های مادر بزرگش فکر کرد. او متوجه شد که تکنیک هایی که آموخته بود چیزی بیش از رقص های صرف بودند. آنها بیانی قدرتمند از چیزی بسیار بزرگتر بودند. چند لحظه بعد تمام سربازانی که محاصرهش کرده بودند بی جان نقش بر زمین شده بودند. حمله ناکسی ها به زودی شروع به آزمودن صلح شکننده سرزمین های نخستین کرد. گفته می شد که حتی رهبر مذهبی یعنی کارما مجبور شده بود با جادوی مرگبار به مهاجمان حمله کند. اگرچه پیروان او اکنون به محراب ماندگار عقب نشینی کرده بودند، ولی دیگر از خشونت بیشتر چشم پوشی نمی کردند. در سراسر ناوری مخالفان شروع به جمع شدن کردند. مقاومتی در حال شکل گیری بود، مقاومتی که تا زمانی که آیونیا یک بار دیگر آزاد نشود آرام نمی گرفت. ایرلیا به صفوف آنها پیوست و رقصهای مقدس خود را برای آنها در اردوگاه‌های جنگلی اجرا کرد تا بقایایی از فرهنگ در حال نابودی آنها را حفظ کند. او حدوداً 14 ساله بود که خود را در پلاسیدیوم یافت. گروه مبارزان مقاومت او به شبه نظامیانی پیوستند که سوگند یاد کرده بودند از صومعه ها و باغ‌های مقدس محافظت کنند. اما امپراتوری ناکسوس به خوبی می دانست که این مکان چه اهمیتی دارد. یک ژنرال هیلگر به نام جریکو سوین پلاسیدیوم را تصرف کرد و مدافعان آن را به گروگان گرفت، به این امید که نیروهای کمکی که حتم داشت می آمدند را به دام بیندازد. در این لحظه بود که ایرلیا برای دیدار با سرنوشت خود برخاست. او که از قید و بندهای خود رها شد، تمام پتانسیل رقص تیغه باستانی خود را آزاد کرد و با شدتی بی نظیر به دشمن حمله کرد. ده ها تن از کهنه سربازان سوین به زمین افتادند و هرج و مرج در بین صفوف دشمن ایجاد شد، زیرا بسیاری از اسیران حالا به ایرلیا پیوسته بودند.
زوین با دیدن این دختر که حتی با دست زخمی به شدت به مبارزه ادامه میداد و دشمنان را قلقم میکرد، دریافت که این مبارزه به نقطه عطفی رسیده و این دختر باعث تغییر روند جنگ خواهد شد. این پیروزی و چنین ایستادگی بزرگی که در ناوری حاصل شد باعث شد تا همه نام ایرلیاشان را برای همیشه به ذهن بسپارند و به او به عنوان یک رهبر و فرمانده، نه مثل بند خدای پسمانده، نگاه کنند. او با تمام توان پیش از پیروزی در خلیج دالو نزدیک به 3 سال آن نبرد طاقت فرسا را رهبری کرد. در آنجا او سرانجام دریا سالار داکال شکست خورده را در گوشه‌ای در محاصره گرفت و انتقامی را که مدت‌ها به دنبالش بود گرفت. اگرچه جنگ مدت هاست که به پایان رسیده است، آیونیا برای همیشه توسط آن تغییر کرده. سرزمین‌های نخستین اکنون تقسیم شدند و جناح‌های رقیب تقریباً به همان سختی با ناکسی‌ها می‌جنگند. بسیاری همچنان دنبال روی ایرلیا هستند، اما در حالی که دیگران ممکن است از چنین قدرتی استقبال کنند، ایرلیا همچنان از آن ناراضی است. در قلبش او هنوز هم آرزوی رقصیدن در تنهایی را دارد.